یکی از بهترین پیشنهاداتی که من میتونم به شما برای سلامتی بکنم اینه که با بدنتون یک رابطه بسیار درست و صحیح برقرار کنیم اگر ما بتونیم با بدن خودمون دوست باشیم، بهش گوش کنیم و به اون چیزهایی که به ما میخواد توجه ما رو به خودش بگیره توجه بکنیم و یه مقداری سعی کنیم که مایندفول باشیم و ببینیم بدن ما در تمام مراحل زندگی چی میخواد به ما بگه، خیلی میتونیم قدم‌های بزرگتری برای زندگی و سلامتیمون برداریم. از زبان انسان اگر نگاه بکنین خیلی چیزا میتونیم دستگیرمون بشه یا حتی از نگاه کردن به چشم انسان و اون مویرک ها و خطوطی که در چشم وجود داره حالا امروز میخوام راجب به ناخون ها صحبت کنم و اگر ناخوناتون رو بیارین همراه خودتون و یه نگاهی به ناخوناتون بندازین اون شکل های مختلفی که ناخون میتونه به خودش بگیره میتونیم راجبش صحبت کنیم به خاطر اینکه هر کدوم از اونها میتونه نشونگر این باشه که امکان داره که یه چیزهایی در بدن شما این بالانس باشه خیلی از اشخاص روی ناخونهاشون شیارهای متفاوت هست شیارهای متفاوت و مختلف روی ناخونها معمولا نشونگر اون هستش که غذای ما به درستی هضم نمیشه و باعث میشه که خیلی از مواد رو من جمله مینرال ها و یا مواد مدنی رو به درستی نتونیم جذب کنیم پس باید به اون حتما توجه بشه که ممکنه کمبود هایدروکلوریک در مده باشه بعضی موقع ها وقتی که شکننده هست خیلی زیاد و ناخن خیلی به راحتی میشکنه باز میتونه کمبود مواد مدنی ولی به خصوص کمبود کلسیوم باشه این دلیل بر این نیست که ما بریم فوری یه مقدار زیادی قرص کلسیوم بخوریم باید ببینیم که علت جذب کلسیوم و یا به عبارتی علت عدم جذب کلسیوم چی میتونه باشه و وقتی به اون رسیدگی بکنی با و علائم و دلایل و عوامل متفاوتی که باعث میشه که ما کلسیوم رو به درستی نتونیم جذب کنیم اگر اونها رو بتونیم مطالعه بکنیم این ناخن ها مسلما به ما پیام دیگری میدن و شکل بهتری به خودشون میگیرن بعضی موقع ها وقتی که ناخن پوست پوست میشه نشون دهنده این هستش که یا پروتئین به اندازه کافی به ما نمیرسه و یا اینکه پروتئینی که مصرف میکنیم به درستی هضم و جذب نمیشه که باز این میتونه مربوط به دستگاه گوارش و به خصوص در معده و به خصوص کمبود هایدروکلوریک اسید و یا اسید معده باشه اگر ناخونهای ما یه مقداری برآمده باشه میتونه نشونگر اون باشه که امکان داره که ما دچار کمبود آهن و یا انمیک هستیم و یا کمخون هستیم حالا نه فقط کمخون کمبود آهن میتونه کمبود ویتامین بی دوازده و یا کمبود فالیک اسید باشه که اینها حتما باید مطالعه بشه و اگر برعکس اون باشه و ناخونها گود باشه این میتونه نشونگر این باشه که امکان داره که خون ما ممکنه قلیز باشه و امکان داره که مصرف آبمون بسیار کم هستش همه این علائمی که گفتم هیچ وقت حالت مطلق نداره ولی خب خیلی بهتره که یه توجهی بهش بکنین و اگر لازم باشه و دیدین شرایط به صورتی هستش که ممکنه حتما به یک پزشک مراجعه بکنین حتما این کار انجام بدین و شاید بعد نباشه که با یک متخصص تغذیه هم حتما مشاوره بکنین که بتونین تمام اینها رو به درستی متوجه بشین که دقیقا چه خبره و قدم‌های بهتری برای سلامتی خودتون بردارید